خوب دقت کنید، بعد از اینکه ویندوز لایف نرم افزاراشو دانلود کرد، یعنی چیزایی که لازم بود از اینترنت دانلود کرد، یه همچین صفحه میاد یا رو اولموست، یعنی تقریبا کارت انجام شده، تموم شده. Set your search provider میگه مثلا بینگ رو به عنوان اولین و دیفالت جستجوگر خود دوست داری، قرار بود من که خوشم نمیاد قرار نمیدم. Set your home page، MSN هوم پیج شما باشه، نمیخوام تیکشو برمیدارم. ازم بزرگ Help us، کمک کن ما ایمپروف کنیم، یه سری پیشنهاداتی رو بدی که نمیخوام، تیکش برداشته شده. ای هلپ ایمپروف سرچ ریزالت، اینم همینطور. هیچ کدوم از اینا رو من تیکشو سفارش نمیکنم، که همه اینا رو تیکشو بردارید. کانتینیو یعنی چی؟ ادامه بده. ویلکام تو ویندوز لایف. خب اولین کاری که میکنه میگه که یور نیو پروگرام آر این دی ویندوز لایف فولدر آن دی استارت منو، برنامه های شما الان تو استارت منو نصب شده. ببینید اولین چیزی که هست ویندوز لایف کاله، یعنی به صورت زنده بتونی تماس بگیری. اول پروگرام میرم، دقت کنید الان یه گزینه به اسم ویندوز لایف فعال شده. بزنم تمام این برنامه ها اون برنامه هایی که گفتم، به شرطی باشه که ویندوز لایف رو چیه نصب کرده باشید. از جمله اونها فامیلی سیفتی هست از نظر امنیتی، ویندوز لایف میل به صورت ایمیل مخصوص ویندوز لایف، مثلا جای هات میل و گوگل و اینها میتونید از این استفاده کنید. مسنجر بازنس MSN مسنجر، بعد از مووی میکر یه برنامه خاصی باز اینترنتی، فوتو گالری باز، دسترسی به فوتو و عکس و از طریق اینترنت به شما یه حدود 20 مگابایت جا داده میشه، میتونی عکساتونو شیر کنید در اختیار مردم قرار بدید، فیلماتون، چیزهای مختلفی که هستش، و رایتر برنامه هر کدوم از اینها رو. خب پس اینا اینجا نصب شده آماده است، اما بقیه کار رو باید چکار کنیم؟ Do you have a Windows Live ID؟ میگه حتما برای این کارهایی که گفتم باید لایو آیدی ویندوز رو داشته باشید. اگر ندارید اولین بار باید چیکار کنید؟ ساین اپ، یعنی الان ثبت نام کن بزنید و یه دونه ویندوز لایو، این لیو وقتی اسمه میشه لایو یا همون لایفی که داریم به صورت صفتی صفت استفاده بشه، میشه لایو تلفظش، حالا شاید مشکلی پیش نیاد. خب اینجا میاد میگه که اولین بار اگر میخواهید آیدی بگیرید، میگه آیدی شما هات میل دارید، بنویسید چک اویلیبیتی، که مثلا من مینویسم اکبر ظهیری، نه مینویسم ظهیری 2010، میدونم حالا گیر میکنه، چک اویلیبیتی آیا امکان پذیر هست، هر چی که دوست دارید. خب میگه بله ظهیریه 2010 هات میل چی از اویلیبل در دسترسه، اما اگر سایت دیگه خواستم اینجا انتخاب میکنم خود لایو دات کام، از خود لایو دات کام بگیرم هر کدوم که هستم، حالا هات میل رو من میخواستم، فرقی نمیکنه برای این هر کدوم از اینا هستش. خب پسوردت میگه کریت پسورد، رمزتون رو بنویسید، مینویسم بعد دوباره ریتایپ، رمزمو می نویسم، بعد فرست نیم اکبر، لاست نیم ظهیری، یونایتد استیتس رو ایران می کنم، ایران، بعد ارزم به حضور شما که سلکت وان استیت، ایالت، خب ایالت چون ایران نداره دیگه خودش غیر فعال میشه چون تو آمریکا به صورت چیز هست. میل مذکر، بعد برث ایر از آموزو سوال که 1969، بعد این کلمه ای که اینجا هست رو باید چیکار کنم؟ تایپ کنم، خدا کمک کنه بتونم بدونم چیه. اما اگر میتونید میتونید اینو بلندگوشه بذارید براتون تلفظ کنه که چه کلماتیه. پلی اودیو، صدا بیاد، پلی اودیو نایمد. خب دوباره همون حرفی میگم، به صورت حرفی برای من چیز کنه، صدا که نایمد. یکی از دردسرها خوندن این حروفی که بتونید چیکار کنید بنویسید. فکر کنم R F G بزرگه، بله، عدد 4، B بزرگ، بعد از بی، بعد از بی
ان ال ریفرش میزنم یکی دیگه اونی که پیدا نکردم چیه. حالا خدا کنه این درست باشه، اکسپت قبول میکنم، میزنم اکسپت رو. آی اکسپت required information is missing، میگه یه سری از اطلاعات از بین رفته که یکی از اونها چیه؟ alternate email address، ایمیل دومه که از عوض شما که یه ایمیلی رو که باید بنویسم و من ننوشته بودم مینویسم. بعد از نوشتن ایمیل دوباره accept میزنم تا بتونم اون چیه زهیری 2010. میگه کاراکترها با هم دیگه نمیخونه، چه کاراکترهایی؟ این کاراکترهایی که بله تایپ کرده بودیم. بسیار خوب، کانتینیو ادامه میده. یه ایمیل به اسم زهیری 2010 از hotmail.com برای لاگین کردن در ویندوز live.com. خب پیامی که میاد میگه که شما الان دیگه با زهیری 2000@hotmail.com میتونید به هر برنامه ویندوز live.com وصل بشید، استفاده کنید، چت مت حالا هرچی هستش، و همینطور homelive.com میتونید با این آیدی وارد homelive.com بشید و از برنامه هایی که وجود داره استفاده کنید. حالا چه برنامه هایی ارزم بود؟ edit your profile، پروفایل خودتو، مشخصات خودتو، اکبر مثلا اینجا وجود داره، شیر فوتو، عکساتو سهیم بشو، edit profile، هر کدومش خاصیت، add web activity، فعالیت های مختلفی که میتونی استفاده کنی، get free desktop program، برنامه های مختلفه به صورت رایگان برای دسکتاپ ارزم بود شما که بگیرید. بعد get more people contact، یعنی میل چت کردن با دیگران، میل get started with hotmail، میتونی از همین الان شروع کنی hotmail تو بزنی، چیکار کنی، استفاده کنی. قسمت های مختلفی دیگه از اینجا به بعد چیه؟ این برای من اکبره، ساین اوت کنم خارج میشم، هاستم وارد بشم، میتونم قسمت هام داره، هوم داره، پروفایل داره، پیپل داره، میل داره، فوتو داره، قسمت های مختلفی که میتونم از این دفعه چیکار کنم. این ایمیلمه، هاتمیلم مثل چیه برنامه هیچ فرقی نمیکنه، ویندوز لایو دات کام هم همینطوره، از جاهای مختلف درافت، سنت، نامه ها، دیلیت فلان، هر قسمتی که هستش. میتونم قسمت فوتو وارد بشم، عکس، قسمت مور داره، بلاگ داره، میتونم مثل بلاگ فا دات کام یه برای خودم بلاگ درست کنم. به هر حال ریسنت فوتو آلبوم، یو دونت هاف انی، میتونم کرییت ان آلبوم، میتونم برای خودم یک آلبوم درست کنم در اینجا و در اختیار دیگران. حدود چیه 25 گیگابایت اوت اف فل، حدود 25 بله اویلیبل، 25 گیگابایت میتونم چیه فایل در اختیار خودم به اسمشو میذارم، مثلا فامیلی، خانواده، ارزم بزرگ شما، everyone همه ببینن، everyone public همه ببینن، فقط جاست می خودم ببینم، my network. این جاست می رو میزنی وقتی که مثلا از یه جایی دسترسی داشته باشی، یعنی یه خونه نیستی مثلا فایلات رو میذاری، یه چیزایی رو بعدا یه لازم داری چیکار کنی، جاست می رو ببینی، my network از طریق شبکه، select people افراد انتخاب کنی که کیا بتونن دسترسی داشته باشن. خب من جاست می رو انتخاب میکنم، next یعنی فقط خودم میخوام دسترسی داشته باشم، شخصی، خانوادگی، حالا هرچی هستش، گزینه‌های مختلف دیگه. من بخوام اینا رو توضیح بدم دیگه 10 تا سیدی میشه. دراپ فوتو هیر یعنی اون عکسی که می‌خوای بگیر بنداز اینجا، یا از عوض شما که سلکت فرام فوتو فرام یور کامپیوتر، انتخاب کن از کامپیوترت، میام اینجا و اون عکسی که می‌خوام چیکار می‌کنم، انتخاب می‌کنم، مثلا میرم توی درایو سی زهیری و این عکس اکبر خودمو چیکار می‌کنم، انتخاب میکنم، سبوک باشه سریع انجام بگیره کارها. خب آپلود، حالا میزنم آپلود یعنی بفرسته به اینترنت توی سایتم، اون قسمتی که میخوام در دسترس مردم قرار بدم، یا در حالا میتونه چیزهای مختلفی باشه که انجام. خب این الان این عکس در دسترس اوناییه که من اجازه let people know، اجازه بده مردم ببینن، یعنی ایمیل میزنی که من همچین عکسی رو گذاشتم به کسایی که خواستی. بس قسمت های مختلف داره، حتی گفتم مور میتونید کلندر تقویم تنظیم کنید که جشن تولدی چیزی، جلسه چیزی، ایونت، چه حوادثی رو باید هشدار بده. اسکای درایو داره، باز دسترسی به یه درایو شما میتونید، گروپ داره، اسپیسی داره، فامیلی سیفتی، موبایل دانلود، قسمت های بسیار زیاد داره که گفتم شما میتونید. در قسمت اسکای درایو
یعنی اسکای یعنی آسمان، یعنی یه درایوی شما تو آسمان دارید، یعنی یه درایو مفتی دارید که حدود ببینید نگاه کنید 24 گیگابایت الان شد 24 خورده ای 25 گیگابایت شما جا دارید که میتونید چیکار کنید، فایلاتونو مای داکیومنت اسنادتون رو بذارید، فایلای شیر شدهتون و فایلای فیوریتتون و پابلیکتون و هر قسمتی که خواستید بذارید و افرادم خواستید اد اضافه کنید که از این فایلای مشترک شما استفاده کنن، دوستانتون، همکارانتون، مدرسه ها، دانش آموزان، هر چی که هستش. گفتم قسمت های مختلف داره که باید بشینید، هر وقتم خواستید خارج بشید یادتون نره همینطوری نبندید، چیکار کنید؟ ساین اوت. ساین اوت یعنی خارج میشم. بس اینجا دیگه صفحه شخصی من شد توی windowslive.com و برای ورودش هم، برای ادیتش هم، رفع اشکالش، هر قسمتی، هر کاری میخوام انجام بدم چیه، باید اول لاگین کنم، بعد عرضم حضور شما که یعنی بیام اینجا ساین اپ که کردیم قبلا، ثبت نام که کردیم، فقط اینجا چیکار کنم؟ آیدیمو بنویسم، یعنی همون ظهیری 2010 پسوردمو بنویسم، بعد ساینینگ کنم. دوباره میخوام وارد بشم، پس بنویسم ظهیریه، حالا من میخوام وارد سایت قبلیم بشم، اکبر ظهیری @signlive.com که قبلا من عضو شدم، رمزم هم مینویسم. خب بعد ساینین، این صفحه با صفحه که دارم میرم با صفحه که الان رفتم زمین تا آسمون فرق داره، اینو قبلا گرفتم که وارد صفحه دیگه ای که قبلا گرفتم و با یه ایمیل دیگه بشم، ببینیم اونجا چی کار کردم، کاری دارم ندارم، فعالیتی انجام دادم یا ندادم. خب اون صفحه‌ای که دارم میگم اینه، اکبر اسکای درایو، اکبر مشخصه، هوم، پروفایل، فوتو، میل، مور، قسمت‌های مختلف، پابلیک داکیومنت، میتونم وارد بشم، فایل هایی که ام پی تی خالیه میخوام فایلی رو چیکار کنم در اختیار اینا قرار بدم، میلان، وارد میلان بشم ببینم میلی چیزی اومده یا نه برای اکبر ظهیری چیه live.com. بله دو تا دارم، یکیش از فامیلی سیفتی تیم، یکی خود اکبر ظهیری به عنوان تست از ایمیل خودم فرستادم، از ایمیل های دیگه چیزایی دیگه میتونم میلامو چیکار کنم بخونم استفاده کنم و تنظیم کنم، اینه چیزایی که هستش. ساین اوت خارج میشم. خب حالا من این سفر رو میبندم، Welcome to Windows Live. Close میبندم، اینم که دیگه انجام شد. این یه قسمتش هم چیه؟ یاهو مسنجر. این کار دیگه یکی که داره انجام میگیره. خب باز از اینجا میتونم چیکار کنم؟ از طریق این این همون وارد چی بشم، مثل چت کردن اینا یا هوم مسنجر اینا، مثلا بنویسم ظهیری 2010 @signhotmail.com و بیام پایین رمزم رو بنویسم. حالا ریمیمبر می آدرسم و ایمیل ما در به حافظه بسپار، ارزم حضور شما که رمزم هم بسپار، اگر ارزم اتوماتیکلی همیشه وضع شو هر کدومی که خواستیم اویلیبل، یعنی مردم ببینن که من موجود هستم. نمیگم که نه من بیزی، من نشون بده بیزی هستم، اوی یعنی دورم، اپیر آفلاین منو نشون نده، آپشن های مختلف داره. حالا من اویلیبل هستم، ساینین میتونم چیکار کنم؟ وصل بشم. برنامه های چت کردن به قول معروف مثل MSN چیزهای مختلف بشه. We cannot sign you in the Windows Live Messenger. حالا ببینید چرا این رو داره میده، به خاطر این که the service is temporarily unavailable، میگه این سرویس وصل نیست متاسفانه الان. خب میتونم ریتری رو بزنم یه چند دقیقه دیگه وصل بشم. بعضی موقع هم احتیاجی که شما برید چیکار کنید تو ویندوزتون چیه، اکتیوش کنید توی برنامه. به هر حال کنسلش میکنم، نمیخوام، میبندم. خب بریم قسمت ویندوز لایف اول پروگرام، اینجا نگاه کنید ویندوز لایف. خب هر کدوم از اینا رو الان سیفتی فامیلی رو میزنم، میگه باید اجرا کنی، اول باید نصبش کنی، میگم یس فعالش کن یس. خب پرنتس آیدی میگه که اون کسی که میخواد اینو کنترل کنه کیه، میام میگم که ظهیری 2010 @signyahoo مذر میخوام
hotmail.com. پایینم رمزم رو می نویسم. خوب دقت کنید، شما باید به اینترنت وصل باشید و این کارهایی که دارید انجام میدید. ساین این، همه ویندوز لایف ها باید به اینترنت وصل باشید، اینترنت نسبتا پرسرعتی هم باید داشته باشید. خب این پنجره میاد میگه سلکت، انتخاب کن ویندوز اکانت، اکانت این سیستمی که شما میخواید چیکار کنید رو دستگاه کنترل کنید. من مصطفی رو انتخاب میکنم، تیک میزنم، سیو یعنی چی؟ ذخیرش کن. پلیز ویت وایل وی ست اپ فامیلی سیفتی، میگه تا برای مصطفی داریم اینو تنظیم میکنیم یه مقدار منتظر باشید. خب مصطفی مانیتور انادر ویندوز اکانت، اگه خواستی یه نفر دیگه انتخاب کنی چیز میکنی، نخواستی میای اینجا فامیلی سیفتی، میگه کاستماایز سیتینگ فور فامیلی، اینو میزنم. خب این صفحه میاد ادیت، میتونم ادیت کنم حالا اکبر زهیری یا از موضوع شما که مصطفی رو. دقت کنید داره هشدار میده، میگه این برنامه موقعی کار میکنه که شما اون برنامه اینستال کرده باشید فامیلی سیفتی رو که من قبلا نصب کردم و اینجا دیدید که نصب کردیم و فعاله. ادیت رو میزنم، ادیت سیتینگ. خوب دقت کنید سیتینگ فور مصطفی، در اینجا من میتونم چیکار کنم؟ یه سری کارها، وب فیلترینگ، وب ها رو وکتر، اکتیویتی فعالیتاش رو ریپورت گزارش کنه، ارزم کانتکت منیجمنت، مدیریت ارزم بزرگ شما که تماس داشته با کیا چت میکنه، هر قسمتی که ریکوست درخواستایی اونو ببینم چه درخواستایی داره. بعد اولی وب فیلترینگ، من اگر تو وب فیلترینگ کلیک کنم ترنان یعنی روشن باشه، ترناف یعنی نمیخوام، هر کاری کت کرد. اما ترنان وقتی روشن کردم استریک یعنی خیلی سخت بگیره، بلاک یعنی بلاک کنه اول وبسایت، کنسل میکنم. ببینید بلاک اول وبسایت اکسپت بجز اونهایی که چایلد فرندلی سایت، بعد از اینو خود مایکروسافت چیکار میکنه؟ برنامه‌هاشو تنظیم میکنه. بیسیک یعنی معمولی، حالت ارزم موضوع شما که عادی باشه، همین بیسیکی که هستش، ادالت که داریم استفاده میکنیم. کاستم خودم تعیین میکنم ارزم بزرگ شما که چه سایت هایی رو ببینه، نمیدونم وب ایمیل داشته باشه، نتورک دسترسی داشته باشه، هر قسمتی که خواستم انتخاب میکنم. بس استریک یعنی خیلی سختگیری دارم میکنم. بعد سیو ذخیرش میکنم. بس الان من مصطفی رو چیکار کردم؟ ترنان کردم از نظر وب اکتیویتی. بس برگردم مصطفی، الان این قسمت شما میبینید که قبلا چی بود، وبش چی بود، بیسیک بود، حالا شد استریکت، خیلی سخت شد. اما قسمت بعدی اکتیویتی ریپورتینگ، یعنی حتما به من چیکار کنه؟ گزارش بده فعالیتاشو، ریپورت کنه که تو توی ایمیلم میاد که ایشون داره چیکار میکنه، چیکار کرده، یا من میتونم برم چیکار کنم، کنترلش کنم. دیت، از چه تاریخی شروع میشه تا چه شو اکتیویتی فعالیتشو نشون بده که برای من چیکار کرده. الان کاری نکرده که، حالا وصل نشده، پس من میتونم اینجا چیکار کنم؟ از تاریخ فلان تا تاریخ فلانو نشون بدم، مثلا بگم از فلان تا تاریخ فلان چیکار کن، شو اکتیویتی فعالیتشو نشون بده. البته این باید پایین‌تر باشه نه بالاتر، این یکی تا فلان تاریخ. خب شو اکتیویتی فعالیتشو نشون بده، وقتی بزنم فعالیتی هم الان نشون نداده، انجام نداده، نشون نمیده. قسمت بعدی ارزم بزرگ شما که کانتکت منیجمنت، مدیریت کانتکتشه، که از add your child windows live id که شما باید چیکار کنید، لایو آی دی بچه‌تون اضافه کنید که ایمیل یعنی با اون چت میکنه، اون اضافه کنید، اون وقت میتونه کنترل کنه. این شرطش اینه. ریکوست، درخواستایی که اعظم حضور شما که مصطفی داره به من مثلا چیزی نوشته، میخواد یه کاری رو، سی ریکوست فرام مصطفی، چه درخواستایی داره، چیا میخواد انجام بگیره. پس شما میتونید اینجا چیکار کنید؟ باز وارد کجا شدید؟ windowslive.com میتون شدید. حتما خواستید خارج بشید حواستون باشه ساین اوت کنید. این هم سیفتی از طرف